تو کار امام حسین بازی در نیاد. تو قصه امام حسین کم این جلسه و اون جلسه نمیذاره. خدا رو امام حسین حساسیت داره. و امروز به شما بگم، ببین یه وقت یه کسی 50 سال نماز نمیخونه، خدا میگه حالا باشه تا روز قیامت خودم و خودش. نه که بی نمازی خوب باشه ها، اما خدا رو نمازم حساسه. اما اینقدر که خدا رو امام حسین حساسیت داره، رو هیچی حساسه، حتی رو خودش اینقدر حساس نی. من نمیدونم فرعون چند سال، بعضی نوشتن یک قرن گفت من خدام، خدا هیچی بهش نگفت. خدا رو چند تا چیز حساسیت داره. یک، رو دستگاه اهل بیت. دو، رو ناموس مردم. سه، رو ظلمه به مردم. شما 100 سال نه نماز بخون نه روزه بگیر، اما آزارت به مردم نرسه، روز به روز گردنت کلفته رو باردم بستی، حالا تا باشه آخرت. اما اگر به جون آبرو مردم افتادی و ظلم به مردم کردی، با دست خودت گور خودتو کندی. نگید کسی نگفت. من ماحصل 35 سال آخوندیم رو دارم تقدیمتون میکنم. با این خدا رفاقت کردن از این آب خوردن راحت تر، اما خدا حساسیت داره، به خصوص رو دستگاه امام حسین. اگر نگاه چند به جلسه امام حسین بکنید، سیلی میخورید. حضرت زهرا طاقت نداره، چون اینقدر سنگ به حسینش زده. اینقدر تیر و نیزه به حسین زدن، تو دیگه نمیخواد متلک بگی، تو دیگه نمیخواد سنگ به حسین بزنی. برای جلسات امام حسین، برای چای امام حسین، برای غذایی که میدن، برای سفره‌ای که پهن میکنن، اینا دم و دستگاه ابی عبدالله است. خودت میخوای روزه نگیری نگیر، پول میخوای برای روزه ندی نده، نهار میخوای برای روزه ندی نده، اما اگه قرار شد کسی نهار بده، قرار شد کسی خدمت به ابی عبدالله و جلسه امام حسین بکنه، فضولی نکن.